سلام و عرض ادب خدمت دانش آموزای گلم، انشالله که حالتون خوب باشه و خوش و خرم برای شنیدن درس بهداشت و سلامت اومده باشید. خب انشالله که خوب باشید. ما میخواییم درس 8 رو با هم دیگه بریم. این درس خیلی خوبیه، توی زندگیمون خیلی تأثیر گذاره، چون که در رابطه با بهداشت فردیه، خیلی تو زندگیمون کمکمون میکنه، انشالله که مفید هم باشه. خدمتتون عرض کنم که بهداشت و سلامت از حقوق اولیه افراد تو هر جامعه محسوب میشه و صاحب نظران مسائل بهداشتی رو بسیار روش تاکید میکنن و دانش آموزان رو آسیب پذیرترین قشرهای جامعه میدونن که در معرض تهاجم انواع تهدیدات اجتماعی، روانی و جسمانی قرار دارن و در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی بیشترین آسیب به اونها وارد میشه و بخش اعظم این آسیب ها ناشی از یه چیزه، عدم اطلاع از اونها در رابطه با دانشی که دارن، یعنی اطلاعات کافی ندارن، آگاهی ندارن و اون رفتارهای بهداشتی لازم رو تو این زمینه ازش اطلاعات کافی ندارن. برای نمونه ابتلا به بیماری سرماخوردگی و آنفولانزا که به طور مستقیم ناشی از عادت‌های غیر بهداشتی هستش، میتونه دانش آموزان زیادی رو درگیر این مسئله کنه. آموزش و فراگیری‌های عادت‌های رفتارهای صحیح بهداشتی افراد رو قادر می‌سازه تا بتونن بیماری‌ها و ناتوانی‌های جسمی و روحی خودشون رو که مانع رسیدن به دوران بزرگسالی و سالمندی سالم و موفق هستش رو کنترل کنن و به طول عمر و ارتقای کیفیت زندگی خودشون بیفزایه. میخواییم ببینیم که بهداشت فردی چیه. پس تعریف بهداشت فردی رو میخواییم بدونیم. همیشه میتونه جز سال امتحانی باشه، به صورت تشریحی بهتون بدن. ما میگیم بهداشت فردی عبارت است از اون کلیه فعالیت ها و اقداماتی که هر فرد به طور مسئولانه برای حفظ، تأمین و ارتقای سلامت خودش و یا در نهایت برای اطرافیانش انجام میده که این فعالیت‌ها و اقدامات شامل مراقبت از اعضا و جوارح بدنشه، مثل چشم، گوش، پوست، مو، دهان و دندان و غیره، تغذیه، ورزش، خواب و استراحت میشه. این میشه بهداشت فردی، یعنی یه پک کامل که شما بایستی اون رو چیکار کنی، رعایت کنی. اما میخوایم ببینیم که فواید بهداشت فردی که رعایت میکنیم چیه؟ اهمیت یادگیری و رعایت بهداشت فردی به چه درد ما میخوره؟ خب ما میگیم که رعایت بهداشت فردی علاوه بر حفظ آراستگی فردی، از انتقال عوامل بیماریزا به دیگران جلوگیری میکنه و این امر به تأمین سلامت جامعه هم کمک میکنه. خب ما الان توی خانواده یه فردیم، ولی وقتی میایم توی جامعه خب ممکنه که دیگران رو هم دچار آسیب کنیم. علاوه بر این، افراد سالم و آراسته به راحتی نظر دیگران رو به خودشون جلب میکنن، توجه داشته باشید، و این امر باعث تقویت حس خود ارزشمندی، عزت نفس در اونها میشه. آموزش و فراگیری عادتها و رفتارهای صحیح بهداشت فردی افراد رو قادر میسازه تا بتونن بیماری‌ها و ناتوانی‌های جسمی و روحی خودشون رو که مانع رسیدن به دوران بزرگسالی و سالمندی که سالم و موفق باید بگذرونن کنترل میکنن و به طول عمر و ارتقای کیفیت زندگی خودشون میافزاین. پس این خیلی مهمه که ما از کودکی به سلامتیمون اهمیت بدیم و هرچی که بزرگترها به همون میگن رو گوش کنیم، چون اگر هر کاری که انجام میدید مثل یک پسنداز بانکیه، اگر شما از کودکی تغذیه درستی انجام داده باشید و به بدنتون تمام املاح، کربنات، پروتئینا، همه اینا رسیده باشه، یه پسنداز خیلی خوبی دارید توی بدنتون و در دوران بزرگسالی و سالمندی خیلی زندگی خوب و شادی رو دارید. ولی وقتی شما کمبود داشته باشید توی بدنتون، در دوران بزرگسالی دیگه پسندازی ندارید که ازش بتونید بهره ببرید، پس دچار انواع بیماری ها میشید. پس به خودتون خیلی برسید، به سلامتیتون خیلی توجه کنید، همه چی بخورید اما حل و حوله نخورید.
چرا آشنایی با بهداشت فردی و رعایت اون لازمه؟ ما تو درس اول گفتیم بهداشت و سلامت از حقوق اولیه افراد در هر جامعه محسوب میشه. دولت‌ها موظف به تأمین این وظیفه مهم هستن. صاحب نظران مسائل بهداشتی رو بر شما گفتن و گفتن که دانش آموزان رو از آسیب ترین قشرهای جامعه میدونن که در معرض تهاجم انواع تهدیدات اجتماعی، روانی و جسمانی قرار دارن و در صورت عدم رعایت میتونه بسیار مشکلاتی رو ایجاد کنه. ما تو این درس به بررسی اعضای خارجی بدن، یعنی چشم، گوشت، پوست و مو، دهان و دندان و نحوه رعایت بهداشت در مورد اونها میپردازیم و در نهایت خواب، این نعمت الهی که باعث کسب انرژی، تازه شدن جسم، ذهن و غیره میشه رو بررسی میکنیم. همین چیزی که هممون عاشقشیم ولی نمیتونیم درست حسابی بخوابیم. اولین قسمتی که میخوام براتون صحبت کنم بهداشت چشمه که خیلی مهمه. حتما دقت کنید که بدونید بهداشت چشم یعنی چی، چه کارهایی باید انجام بدیم، چه بیماری هایی رو میتونه بهداشت چشم برامون ایجاد کنه. اینا خیلی مهمن و همیشه تو امتحان نهایی ازش سوال میدن، پس لطفا دقت زیادی داشته باشید. چشم حساس ترین عضو بدنه، پس حواستون باشه، چون بیشتر اطلاعات محیطی از طریق چشم هستش که ما به دستش میاریم، پس خیلی بر ما چی هستش؟ حساس هستش و بسیار بایستی توجه کنیم. پس چشم حساس ترین عضو بدنه و برای حفظ بهداشت چشم و برخورداری از بینایی مطلوب ما باید معاینه های منظم چشم ها رو داشته باشیم، شناسایی و رفع مشکلات چشمی رو داشته باشیم، آشنایی با عوارض چشمی، مراقبت های مداوم از چشم ها ضروری هستش. حدت بینایی یا دید مطلوب، حدت یعنی تندی، تیزی، شدت و برندگی رو میگیم. میزان سلامت چشم هامون سطح توانایی حس بینایی رو نشون میده. مشکلات بینایی معمولاً با نشانه هایی همراهه که فرد رو متوجه مشکل خودش میکنه تا به پزشک مراجعه کنه. ولی گاهی افراد، به خصوص افراد کم سن و سال، متوجه این نشونه ها نمیشن. از این رو لازمه که برای همه افراد هر یک یا دو سال یک بار معاینات چشمی انجام بگیره تا در صورت وجود عیوب انکساری و یا بیماری بتونیم اقدام به موقعی انجام بدیم تا از پیشرفت اون بتونیم جلوگیری کنیم. آزمایش خودسنجش بینایی رو داریم که انجام این فعالیت بسیار بسیار مهم هستش. بچه‌ها با انجام اون متوجه میشیم که چشم‌های ما از سلامت کامل برخوردار هستن یا اینکه مشکلات ممکنه که مثلا دچار مشکلاتی هر چند جزئی باشن رو حتما اونها رو باید انجام بدیم. هر یک از نشانه‌های زیر بیان کننده این هستش که چشمان شما نیاز به توجه و مراقبت بیشتر داره و مراجعه به چشم پزشک رو توصیه میکنه. این علائم و نشونه ها رو خودتون برای خودتون تیک بزنید تا بتونید سلامت چشمتون رو ببینید که در چه وضعیتی قرار داره و کاملا ازش متوجه بشید. خب اما عیوب انکساری، اگر یادتون باشه ما بالا حدت بینایی رو برای شما عزیزان صحبت کردیم، گفتیم یعنی وضوح بینایی ما، یعنی چقدر اون تصاویری رو که تشکیل میده توی در درون ما هست، چیزهایی رو که ما میبینیم واضح هستن. این برامون خیلی مهمه. پس منظور از حدت بینایی یا دید مطلوب چی هست؟ این سوال امتحان نهایی بوده که این بالا من برای شما گفتم این حدت بینایی رو، پس حواستون باشه که حالا ما اگر جای دیگه داشته باشیم حتما باز دوباره میگم. ما به شما گفتیم که پس حدت بینایی یعنی وضوح بینایی ما رو داره نشون میده که چقدر ما تصاویر رو و چجوری میتونیم این تصاویر رو ما به طور واضح ببینیمش. عیوب انکساری به عبارتی به علت بروز تغییراتی هستش که ما در ساختار کره چشممون هستش که میبینیم و از جمله عواملی هستن که میتونه حدت بینایی ما رو دچار اختلال بکنه. بچه پس اینجا برای شما ما داریم اینها رو بحث میکنیم و صحبت میکنیم و یادمه که نهایی 98 سال امتحانی بود که منظور از حدت بینایی یا دید مطلوب چی هستش که شما این رو بدونید. اما عیوب انکساری به بیماری های چشمی گفته میشه که به علت چی؟
عیب دیگه، به علت بروز تغییراتی که ما در ساختار کره چشممون هستش به وجود میاد و به خاطر این تغییرات مسیر شکست نور در داخل چشممون چی میشه؟ تغییر میکنه و تصویر در جای دیگر غیر از روی شبکیه بر ما چی میشه؟ ایجاد میشه. این عیوب از جمله عواملی هستند که میتونه حدت بینایی ما رو دچار چی کنه؟ اختلال کنه. خب حدت بینایی یعنی چی؟ یعنی اون وضوح بینایی ما رو که چقدر اون تصاویر رو که تشکیل میشه ما میتونیم اون رو به صورت واضح ببینیم. پس این رو داره بر ما چی کار میکنه؟ توضیح میده. سوالی که همیشه میاد دوباره، انواع عیوب انکساری چشم رو نام ببرید: نزدیک بینی، دوربینی، آستیگماتیسم و پیری چشم، که هر کدوم از اینها دوباره بر خودشون تعریف دارن، نشانه دارن، علائم دارن. همه اینا میتونه چی باشه بچه ها؟ جزء سوالای امتحان نهایی باشه، یا به صورت تعریف کلی، یا به صورت یعنی تشریحی باشه، یا به صورت جاخالی صحیح و غلط. ببین چقدر دارم میگم، سوالات امتحان نهایی به صورت بسیار بسیار ریز و کوتاهه. عیوب انکساری رو میتونیم با عینک، لنز طبی، جراحی و اشعه لیزر اصلاح کنیم. عینک‌ها و لنزهای طبی باعث میشن تصاویر به شکل مطلوبی روی شبکیه بیفتن و اون حدت بینایی و وضوح رو به حالت طبیعی برگردونن و دید فرد رو چیکار کنن؟ اصلاح بکنن. از اونجایی که لنزها روی قرینه چشم مستقر میشن، نظافت و نگهداری مطلوب اونها برای پیشگیری از عفونت چشم بسیار بسیار چیه؟ ضروریه. خب یکی از عیوب انکساری نزدیک بینیه. ما میخواییم ببینیم که نزدیک بینی یعنی چی و چه اتفاقی میفته. ببینید، نزدیک بینی یعنی اشیای نزدیک رو واضح میبینیم اما اشیای دور رو واضح نمیبینیم، یعنی تار میبینیم. پس این رو ما بهش میگیم چی؟ نزدیک بین. توی نزدیک بین چشم ما اشیای نزدیک رو واضح اما اشیای دور رو تار میبینه. بعد در چشم افراد نزدیک بین معمولا کره چشم بزرگتر از حد طبیعی هستش، که اینجا داره به شما این رو با شکل نشون میده. معمولا به موازات رشد و تکامل بدن در دوران نوجوانی نزدیک بینی تشدید میشه. یه مطلبی خارج از کتاب میخوام بهتون بگم. میگن که آسیایی ها و زنان بیشتر دچار نزدیک بینی میشن و بیش از 30% افراد جهان دچار درجاتی از نزدیک بینی هستند. نزدیک بینی اغلب به دلیل زیاد بودن تحدب قرینه چشم و بزرگتر بودن طول کره چشم نسبت به حالت عادیه که نقطه کانون عدسی روی شبکیه قرار نمیگیره و در جلوی اون تشکیل میشه. افرادی که نزدیک بین هستند فقط وقتی تصویر جسمی رو واضح میبینن که جسم به چشم اونها نزدیک باشه. این بیماری ارثیه ولی به عوامل دیگری به جز ژن نیز بستگی داره. معمولا در دوران کودکی ظاهر میشه و پس از ایجاد شدن با رشد بدن و چشم شدت اون افزایش پیدا میکنه و نمره شماره عینک شما چی میشه؟ بالاتر میره. برای درمان نزدیک بینی از عینک با عدسی واگرا یا همون مقعر استفاده میشه و شماره عینک افراد بین افرادی که نزدیک بین هستن منفیه و هرچه چشم ضعیفتر باشه شماره شما چی میشه؟ بالاتر میره. اینا رو گفتم که شما عزیزان این رو بهتر بدونید و درکش کنید. اما دوربینی، دوربینی برعکس نزدیک بینیه. یعنی چی؟ یعنی اشیا یعنی افرادی که چشمشون دوربینه، توی دوربینی اشیای دور رو واضح میبینن، اشیای نزدیک رو چی میبینن؟ تار میبینن. و در چشم افراد دوربین معمولا کره چشم کوچیکتر از حد طبیعی هستش. باز یه مطلبی خارج از کتاب میگم، حدود 25% افراد جامعه دچار این مشکل هستن. اینا تو امتحان نمیاد، فقط جهت سوادتون دارم میگم. دوربینی اغلب به دلیل کم بودن تحدب قرنیه چشم یا کوچیکتر بودن کره چشم هستش که این افراد نسبت به حالت عادی هستن و نقطه کانون عدسی روی شبکیه قرار نمیگیره و در پشت اون تشکیل میشه و فرد مجبور هستش که سرش رو از اجسام دور بکنه تا تصویر روی شبکیه بیفته.
شیوع دوربینی از نزدیک بینی کمتره بچه ها، پس شیوع دوربین از نزدیک بین کمتره، دوربینی در اغلب موارد ارثی هستش. بسیاری از بچه ها با دوربینی اصلا متولد میشن و بعضی مدتی پس از تولد دچار اون میشن. برای درمان دوربینی ما باید چیکار کنیم؟ برای درمان دوربینی از عینکی با عدسی همگرا یا محدب استفاده میکنیم، پس اینا رو یاد بگیرید. شماره عینک افرادی که دوربین هستن مثبت بچه ها، هر چقدر چشم ضعیفتر باشه شماره شما چی میشه؟ بالاتر میره. اما آستیگماتیسم، آستیگماتیسم یعنی چی؟ میتونیم این دوتا مشکل رو با هم داشته باشیم، یعنی نزدیک بینی و دوربین رو با هم داشته باشیم. در حقیقت آستیگماتیسم شکل غیر عادی قرنیه است که موجب تاری دید میشه. آستیگماتیسم هم میتونه بر دید دور و هم بر دید نزدیک ما چیکار کنه؟ تأثیر بذاره. چشم بعضی ها ممکنه هم آستیگماتیسم باشه، هم نزدیک بین باشه و هم دوربین. باز مطلب خارج از کتاب آوردم. بر اساس یک پژوهشی که توی آمریکا انجام شده، از هر 10 تا کودک در بین سنین 5 تا 17 سالگی 3 تا کودک مبتلا به آستیگماتیسم میشن. توی بنگلادش چیزی حدود 32.4% افراد بالای 30 سال مبتلا به این بیماری هستند. به طور کلی درجه شیوع آستیگماتیسم با افزایش سن هم رابطه مستقیم داره. آستیگماتیسم یا کژبینی یکی از شایع‌ترین مشکلات اپتیکی چشم هستش بچه‌ها، و معمولاً علت اون نامنظمی شکل و انحنای قرنیه یا عدسی هستش. گاهی نیز علت اون رو نامنظمی شکل و اون انحنای عدسی چشم که تو پشت عنبیه قرار میگیره هم میگن. در حقیقت آستیگماتیسم حالتی است که چند تا از دیوپترهای چشم یا اون کرویت خودش رو از دست میده. اگه چشم رو به عنوان یک عدسی کروی در نظر بگیریم، هرگاه این عدسی از حالت کروی خودش خارج بشه و به حالت بیضوی بره، یعنی شبیه یه خربوزه بشه، در این صورت دارای دو تا کانون خطی به جای یک کانون نقطه‌ای به وجود میاد که در نتیجه تصاویر به دلیل انکسار نامساوی در قسمت‌های مختلف قرنیه کاملا بر روی شبکیه متمرکز نمیشه و تصاویر چه دور و چه نزدیک تار نشون داده میشه. بنابراین افرادی که دچار درجات بالایی از آستیگماتیسم هستند، نه تنها همانند افراد نزدیک بین اشیای دور رو تار میبینن، بلکه اشیای نزدیک رو هم چی میبینن؟ تار میبینن. افراد آستیگماتیسم گاهی اوقات نورهای اضافی در مسیر دید خودشون هم دارن. اما پیرچشمی، یکی دیگر از عیوب انکساری ما پیرچشمی هستش که یکی دیگر از عیوب انکساری چشمه که به دلیل سخت شدن پوسته عدسی چشم به وقوع میپیونده و از میان سالی بچه ها شروع میشه. پیرچشمی، دوربینی و اختلال دید بر اثر بالا رفتن سنه که در اون با از دست رفتن تدریجی اون خاصیت ارتجاعی عدسی چشم، قدرت تطابق ما چی میشه؟ کم میشه بچه ها. ببینید بعضی از اینایی که من دارم براتون میگم فقط در حد اطلاعات عمومی هستش. حالا مقایسه میکنید با کتاب، نگاه میکنید اونایی که توی کتابتون گفته رو حتما دقت داشته باشید، اونایی که نیستش رو فقط جهت اطلاعات عمومی دارم میگم. تو بعضی موارد پیرچشمی یا دوربینی اشتباه گرفته میشه، ولی در پیرچشمی هم توانایی دید نزدیک و هم دید دور مختل میشه. پیرچشمی بخشی از روند طبیعی افزایش سنه و در هنگامی که عدسی چشم قابلیت انعطاف خودش رو به تدریج از دست میده اتفاق میفته. معمولا این حالت در حدود سن 40 تا 45 سالگی شروع میشه. در نتیجه افراد با دید طبیعی بدون ضعف چشم به عینک مطالعه احتیاج پیدا میکنن و افرادی که نزدیک بین یا دوربین هستن احتیاج به دو عینک دارن، یکی برای دور و یکی برای نزدیک، یا عینک دو دید میتونن پیدا بکنن برای خودشون. یک مزیت نزدیک بینی کمتر از منفی سه دپوپتر اگر بخوایم بگیم اینه که بعد از شروع پیرچشمی میتونن عینک دور خودشون رو بردارن و قادر به خوندن بدون عینک هم میشن.
بعد از انجام لیزر برای اصلاح نزدیک بینی این توانایی از دست خواهد رفت، زیرا این افراد همانند سایر افراد طبیعی نیاز به عینک مطالعه خواهند داشت. اما افراد با نزدیک بینی متوسط و شدید پس از شروع پیرچشمی علاوه بر عینک دور نیاز به عینک مطالعه هم خواهند داشت و در واقع مزیتی نسبت به افراد طبیعی ندارند. لیزر تأثیری بر روی قدرت متمرکز کننده عدسی چشم نداره، بنابراین نمیتونیم پیرچشمی رو درمانش کنیم با لیزر. به تازگی محققان دانشگاه لیدز انگلستان روشی رو کشف کردن که افراد مبتلا به پیرچشمی رو از عینک بی‌نیاز می‌کنن. توی این روش از موادی استفاده شده که در صفحه نمایش‌های کریستال مایع یا همون LCD ها استفاده میشه که با استفاده از این مواد عدسی‌های مصنوعی تولید می‌کنن که با حرکت ماهیچه‌های اطراف عدسی طبیعی چشم به طور خودکار متمرکز میشه و مشکلات مربوط به عدسی مثل پیری چشم و آب مروارید رو حل میکنه. خب ما تا اینجا اون عیوب انکساری چشم رو برای شما گفتیم، پس تو اینجا حتما در مورد عیوب انکساری بخونید، علت به وجود اومدنشون چیه، چه مشکلاتی رو ایجاد میکنن، درمانشون رو حتما بلد باشید چون توی سوالات امتحان نهایی براتون آورده، پس حتما اینا رو یاد بگید. اما از اینجا به بعد میخوایم از مراقبت‌های چشم صحبت کنیم که میدونیم که چشم همیشه در معرض تهدیدهای محیطی فراوانی قرار میگیره و سالانه افراد زیادی به دلیل آسیب‌های چشمی به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند که مهمترین آسیب‌های چشمی که معمولاً افراد با اونها مواجه میشن و برخی از شایع‌ترین آسیب‌های چشمی رو و اقداماتی که بایستی براش انجام بدیم و امروز می‌خوایم برای شما دونه دونه توضیح بدیم، پس این هم می‌تونه جزء سوالای امتحانی باشه. پس مهمترین آسیب‌های چشمی که معمولاً افراد باهاش مواجه هستن عبارتند از فرو رفتن گرد و خاک به درون چشم هستش، آلوده شدن چشم با مواد شیمیایی، فرو رفتن جسم خارجی به چشم یا ضربه به چشم، برق زدگی چشم، عارضه خشکی و سوزش چشم هنگام کار با رایانه هستش که هر کدوم از اینها برای خودش یک توصیه ها و اقداماتی داره که ما برای شما عزیزان میگیم، حتما هم توجه داشته باشید که توی امتحان حتما ازش سوال میدن. فرو رفتن گرد و غبار به درون چشم، میگه وقتی گرد و غباری، خب به هر حال ریزگردها همیشه در معرض ما هستن، وقتی این اتفاق میفته میخوایم ببینیم که چه کار باید انجام بدیم. توصیه اینه که برای محافظت از چشم در برابر گرد و غبار بهتره که تا حد امکان از قرار گرفتن در چنین وضعیت خودداری کنیم و در صورت نیاز حتما از عینک استفاده کنیم، از عینکی که محافظ چشممون باشه. اقدامات لازم در صورت ورود گرد و غبار به درون چشممون، حتما از مالش چشم خودداری کنیم و با آب جوشانده سرد شده چشم خودمون رو شستشو بدیم. برای این کار یه ظرف مناسب و تمیزی رو پر از آب سالم می‌کنیم، با قرار دادن چشممون در اون و چند مرتبه پلک زدن چشم تا بیاد اون جسم خارجی و گرد و غبار از چشممون بیرون بره. اینو دیگه همتون بلدید. اما آلوده شدن چشم با مواد شیمیایی که بسیار بسیار خطرناکه. برخی افراد به علت سر و کار داشتن با مواد شیمیایی مانند کار با سفید کننده ها، حشره کش ها، شوینده ها و غیره ممکنه که دچار ناراحتی های چشمی بشن. توصیه‌مون اینه که برای جلوگیری از این آسیب ها توصیه میشه که هنگام کار با مواد شیمیایی حتما از عینک های محافظ استفاده کنید. اقدامات لازم اینه که در صورت آلوده شدن چشم با مواد شیمیایی لازم چشممون رو با آب فراوون به طور پی در پی شستشو بدیم و در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنیم. فرو رفتن جسم خارجی به چشم یا ضربه به چشم. فرو رفتن جسم خارجی به جسم در اثر مثلا حالا قلاب سنگ، آتش بازی که داریم میکنیم، تفنگ بادی، حالا اون ساچمه‌ای که میره یا اجسام نوک‌تیز مثل مداد یا هنگام تصادف، حالا خورده شیشه‌ای وارد میشه یا خوردن ضربه به چشممون در حین ورزش و بازی
بازی هایی که انجام میدیم نمونه هایی از آسیب های شایع چشمی ما هستند. توصیه میشه برای جلوگیری از این آسیب ها پیشنهاد میکنیم نکات ایمنی رعایت بشه و در زمان بازی و ورزش تا حد امکان از داشتن عینک معمولی خودداری و در صورت نیاز حتما از عینک های ورزشی استفاده کنیم. اقدامات لازم اینه که تو تصویرم دارید میبینید. هنگام فرو رفتن جسم خارجی به چشم یا ضربه به چشم که اتفاق میفته، مصدوم رو به پشت بخوابونید، سر و چشم اون رو ثابت نگه دارید تا حرکت نکنه. یه باند یا یه گاز استریل رو روی چشم آسیب دیده بذارید ولی فشار ندید و بعد از گذاشتن باند روی اون یک محافظ چشمی قرار بدید. در اسرع وقت مصدوم رو به پزشک برسونید. بهتره مصدوم برای جلوگیری از حرکت چشم هر دوتا چشمش رو خودش رو ببنده و از دستکاری کردن چشم پرهیز کنید. در تصویر نحوه ثابت نگه داشتن سر مصدوم هنگام فرو رفتن جسم خارجی یا ضربه به چشم نشون داده شده است. اما برق زدگی چشم، ببینید بچه ها همه اینا میتونه سوال باشه، پس اینا رو حتما نگاه کنید و یک کوچولو ازش نکته برداری کنید که تو امتحان اگر اومد بلد باشید. برق زدگی ناشی از تشعشعات تخلیه الکتریکی و حرارتی هستش و مثلا سوختگی رو میتونیم براش صحبت بکنیم. سوختگی قرنیه چشم در اثر جوشکاری هستش. انعکاس نور در موقعی که مثلا ما میریم برای اسکی بازی از موارد برق زدگی به حساب میاد. توصیه اینه که برای جلوگیری از این آسیب ها توصیه میشه که هنگام کار حتما از عینک محافظ استفاده کنیم. اقدامات لازمش چیه؟ در صورت بروز این عارضه لازمه که بعد از شستشوی چشم ها با آب چشم ها رو خوش بکنیم، یه باند یا گاز استریل بذاریم روش تا از پلک زدن به مدت 8 تا 12 ساعت جلوگیری بشه. پس این خیلی مهمه که 8 تا 12 ساعت از پلک زدن چشممون جلوگیری بشه. در صورت اینکه مشکل حادتر شد لازمه که حتما به پزشکمون یعنی به چشم پزشک مراجعه کنیم. عارضه خشکی و سوزش چشم هنگام کار با رایانه، این یادمه که توی سالهای امتحان نهایی ازش سوال داده بودن، پس حواستون رو جمع کنید توی این مورد. تقریبا در 3 تا 4% کسانی که زیاد با وسایل الکترونیکی کار میکنن این عارضه دیده میشه. علائمی مثل خستگی، خشکی چشم، سوزش، ریزش اشک و تاری دید گاهی همراه با درد در گردن و شانه هاست. این نشانه ها رو ما الان داریم. این چند سالی که فضای مجازی شده متاسفانه این عوامل در درون ما به صورت حاد دیده میشه. حالا توصیه چیه؟ این توصیه هم توی امتحان اومده بود، یعنی این بخش بسیار بخش مهمیه که حتما حواستون باشه. یعنی انتخاب کلمه درست تو خرداد 99 اومده بود که مثلا شما دارید در هنگامی که کار میکنی با رایانه‌ای که روشن هستش، روشنایی اتاق نسبت به این وضعیتی که شما دارید چقدر باید باشه. پس اینا رو حتما دقت کنید. هنگام کار با رایانه در صورتی که خشکی چشم شدید میشه از چه قطره‌ای میتونیم استفاده کنیم. 99 شهریور 99 این توی امتحان نهایی اومده بود. یا در هنگام کار با رایانه فاصله مانیتور با چشمان شما باید حدوداً چند سانتی متر باشه. پس اینا رو حتما حواستون باشه. یا به صورت جاخالی میدن یا تستی میدن، پس این خیلی مهمه، حتما دقت کنید. پس توصیه اینه که هنگامی که کار میکنید با رایانه به طور عادی پلک بزنید. در صورت شدید بودن خشکی چشم، اینجا این سوال امتحان نهاییه، میتونید از قطره‌های اشک مصنوعی استفاده کنید که اینا یه بار مصرفن، قیمتی هم ندارن، میتونید ازش از داروخونه بگیرید و استفاده کنید. مرکز صفحه مانیتور رو دقت کنید، باید بین حدود 10 تا 20 سانتی متر از چشم پایین تر بگیرید. این نکات میتونه تو امتحان نهایی بیاد. صفحه مانیتور رو طوری قرار بدید که نور پنجره یا روشنایی به اتاق به اون نتابه و روشنایی اتاق رو به نصف وضعیت معمولی کاهش بده. این جزء سوالای چی بود؟ امتحان نهایی بود که همین الان براتون گفتم. بعد از 5 تا 10 دقیقه خیره موندن، یعنی هر 5 تا 10 دقیقه که شما خیره میمونید و نگاه مستمر
و به مانیتور رایانه و صفحه تلفن همراهتون دارید، خب این خستگی و خشکی چشم ایجاد میشه. پس لازمه چیکار کنید؟ باز جزء سال امتحان نهاییه، پس از هر 20 دقیقه کار با این وسایل به مدت 20 ثانیه به فاصله 6 متری و دورتر نگاه کنید. پس توصیه هاش رو حواستون باشه که چجوریه. فاصله مانیتور، این باز جزء سال امتحان نهایی بوده، فاصله مانیتور با چشمان خودتون رو حدود 50 تا 60 سانتی متر تنظیم کنید. یعنی طوری بشینید که چشمانتون تا مانیتور حدود 50 تا 60 سانتی متر باشه. اینجا روشنایی و کنترل از مانیتور خود رو تا حدی که چشم احساس راحتی کنه تنظیمش بکنید. پس حواستون به این نکاتی که گفتم حتما باشه. فعالیت 4 گفتگو هستش که براتون آورده و داره صحبت میکنه. گاهی افراد اقدام به انجام رفتارهایی مانند استفاده از انواع لنزهای رنگی لوازم آرایش چشم میکنند. تاثیر این گونه رفتارها بر سلامت چشم رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدید و برای جلوگیری از عوارض اون راههای مناسبی رو بگید. استفاده از لنزهای زیبایی باعث نرسیدن بچه‌ها هوا و اکسیژن به بخش‌ها و سلول‌های چشم میشه. حتما اگر استفاده می‌کنید از لنزهای خیلی معتبر استفاده کنید، از برندهای خوب استفاده کنید. امکان بروز عفونت چشم بسیار بسیار بالاست. استفاده از لوازم آرایشی نیز به دلیل داشتن مواد شیمیایی در ترکیباتشون باعث ورود این مواد به داخل چشم و تأثیر منفی بر بافت‌های چشم میذاره. پس این رو حتما مد نظر داشته باشید. اما بهداشت پوست میخواییم ببینیم که چه چیزایی هستش و برامون چقدر اهمیت داره که خیلی مهمه. پوست به عنوان مهمترین پوشش بدن نقش مهمی در سلامت انسان داره و سموم و مواد زائد بدن رو به شکل عرق از بدن خارج میکنه. پس این خیلی مهمه، حتما حواستون باشه که نقش پوست رو میگه بگید. نقش پوست چیه؟ میگیم یکی از مهمترین پوشش های بدن ما پوسته، نقش مهمی تو سلامت انسان داره. نقشش اینه که سموم، سمها و مواد زائد رو از بدن دفع میکنه. به چه شکلی دفع میکنه؟ از طریق عرق از بدن خارج میشه. پوست بزرگترین عضو بدنه، میتونه جا خالی باشه، میتونه از بدن در مقابل حمله های میکروبی، عوارض زیانبار نور خورشید محافظت کنه. پوست بدن انسان عملکردی شبیه حسگرها داره. سنسورها رو دیدید، اینا هم همین حالتن. قادر پیام‌ها رو از محیط بگیره به مغز انتقال بده. پس اینا خیلی مهمه، پس حتما حواستون باشه. پوست عضو پیچیده ایست که به مراقبت مناسب نیاز داره، پس حواستون باشه. اما سوالی که میتونه تو امتحان بیاد و اومده، آیا میدونید خطراتی که پوست نوجوانان رو تهدید میکنه چی هست؟ برای مراقبت از پوست در برابر اونها چه روش هایی رو شما پیشنهاد میکنید؟ که ما امروز اینا رو بحث میکنیم و صحبت میکنیم در موردش. خطراتی که پوست نوجوان رو تهدید میکنه عبارت است از حساسیت های پوستی، آکنه یا همون جوش غرور جوانی، آلودگی های هوا و نور خورشید، بوی نامطبوع بدن و پای. حساسیت های پوستی، بعضی از افراد پوست حساسی دارن. پوست این افراد معمولا به محصولاتی مثل شوینده ها، بسیاری از مواد بهداشتی که عطر تندی دارن واکنش نشون میدن و باعث ایجاد حساسیت های پوستی میشن. در این مواقع اگر خارش ناشی از حساسیت به درمان های خانگی متداول جواب نداد، حتما ما باید به متخصص پوست یا اورولوژ پوست حتما سراغش بریم و یک ضرورت. آکنه چیه بچه ها؟ یا جوش غرور جوانی؟ حتما این رو مد نظر داشته باشید که آکنه معمولا به شکل سن و جوش معمولی یا جوش سرسفید و جوش سرسیاه دیده میشه. پس این رو حتما مد نظر داشته باشید. بچه تا یادم نرفته این رو بگم بهتون که توی سلامت و بهداشت حتما تصاویری که توی یا شکلهایی که تو کتابتون هست و یک تذکری رو داره میده حتما بخونید، چون طراح سوال سلیقه اعمال میکنه و ممکنه ازش سوال بده. پس حواستون روی مطالب باشه. آکنه گفتیم که
یا غرور جوش غرور جوانی یک اختلال پوستی شایع در دوران نوجوانی هست و در دوران بلوغ و جوانی به حساب میاد. پس این رو مد نظر داشته باشید، میتونه جا خالی بده. در این اختلال پوستی غده‌های چربی و پوستی و پیاز مو ملتهب میشه و بعد از اون جوش‌های روی صورت و بدن پدیدار میشه. در حوالی بلوغ افزایش ناگهانی هورمون ها باعث تحریک غدد های چربی میشه و به این ترتیب چربی بیشتری در سطح پوست تولید و زمینه ساز بروز آکنه میشه. ضایعات آکنه معمولا در حوالی بلوغ پدیدار میشه، عمدتا روی صورت، گردن، شانه، بازو یا سینه دیده میشه. آکنه معمولا به شکل سه نوع جوش که خدمتتون عرض کردم، جوش معمولی، جوش سرسفید و جوش سرسیاه دیده میشه. آکنه درمان قطعی نداره و معمولا با افزایش سن از بین میره. عدم دستکاری آکنه از مهمترین نکات بهداشتی پوست حساب میشه. پس لطفا دست به هر جوشی که میزنید دست نزنید بهش، چون اساسا نباید به جوش ها دست زد. فقط میتونید با آب و صابون اونها رو بشورید، مخصوصا این منطقه مثلثی صورتتون، یعنی از اینجا پیشانی، یعنی این منطقه از اینجا تا اینجا، این مناطق رو اصلا دست نزنید، به دلیل اینکه جوش هایی که در این منطقه هستن جوش هایی هستن که به عبارتی تحریک کننده اعصاب هستن. لطفا دست نزنید، چون حساسیت بالاتر میره و خطرات بیشتری رو براتون ممکنه ایجاد کنه. عوامل تشدید کننده آکنه چیه؟ برخی از عوامل تشدید کننده آکنه میتونیم استرس رو بگیم، عرق کردن، استفاده از برخی داروها، قرار گرفتن در معرض نور خورشید، قاعدگی و دستکاری جوش ها که کاری که تو جوانان و نوجوانان بسیار بسیار زیاد دیده میشه. آلودگی هوا و نور خورشید، قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آلودگی های هوا و نور خورشید میتونه از مهمترین عوامل محیطی آسیب رسان به پوست ما بشه. عوارض آلودگی هوا بر روی صورت، پوست، پیشانی و چانه و بینی، پوست، کم آب شدن پوست، ایجاد خشکی و خارش، تیره شدن رنگ پوست، عوارضی که ایجاد میکنه. پیشانی ایجاد خطوط بیشتر، افزایش خطوط اخم، چانه و بینی هستش، ایجاد جوش‌های سرسیاه، افتادگی پوست چونه است. روی گونه ها متورم میشه، جوش‌های چرکی در منافذ پوست ایجاد میشه. لب‌ها بیشتر شدن خطوط خنده است، کاهش خاصیت ارتجایی پوست. توی چشم‌ها تیرگی اطراف چشم، ایجاد خطوط بیشتر، افتادگی بیشتر بر روی ابروهاست. عوارض و خطرات احتمالی ناشی از افراط در معرض نور خورشید بودن، می‌خوایم ببینیم که چه عواملی هست. اگرچه قرار گرفتن در معرض نور خورشید برای تولید ویتامین دی در بدن ضرورت داره، اما اگه تو این کار افراط بشه میتونه منجر به بروز عوارضی مثل سوختگیه آفتاب سوختگی بشه، یعنی پوستمون رو بسوزونه. به علاوه قرار گرفتن در معرض اشعه زیانبار فرابنفش نور خورشید به مدت طولانی، خطر ابتلا به بیماری یا سرطان پوست و پیری زودرس رو افزایش میده. پرتوهای فرابنفش خورشید که به زمین میرسن شامل پرتوهای مضر مثل UVA و کمی از پرتوهای UVB رو میتونه داشته باشه، که تأثیر پرتوهای اشعه فرابنفش روی پوست، پرتوهای UVB، شما شاید عینکایی رو خریداری بکنید که باید اینها رو داشته باشه، پس موقع خرید عینک توجه داشته باشید که از چه عینکی با چه درصدی دارید میگیرید و این چقدر میتونه پرتو افشانی بکنه، پس اینا خیلی مهمه. نفوذ به لایه‌های رویی پوست آسیب مستقیم به DNA رو داره و آفتاب سوختگی و التهاب رو توی پرتوهای UVB میتونیم داشته باشیم، و توی پرتوهای UVA نفوذ به لایه‌های زیرین پوست رو داره، آسیب غیر مستقیم به DNA مون میرسونه، پیری زودرس رو داریم، ایجاد چروب تو پوست و ایجاد لکه‌های پوستی. توصیه خود مراقبتی برای در امان ماندن از عوارض اشعه فرابنفش رو میخوایم بهتون بگیم که چه توصیه هایی رو ما میتونیم انجام بدیم. که اینجا در بیرون از خونه حتما پیراهن آستین بلند بپوشید، کرم ضد آفتاب بزنید، کلاه بذارید، عینک آفتابی بزنید تا بتونه این کار رو بر شما کمتر بکنه و شما کمتر دچار این مشکل بشید. اما بوی نامطبوع بدن،
بوی نامطبوع بدن به عبارتی بوی نامطبوع بدن یکی از مشکلات شایعش که ناشی از تعریق در بدن افراد هستش صورت میگیره. پس این خیلی مهمه که توی خرداد 99 سوال داده بود که بوی نامطبوع بدن چگونه ایجاد میشه. پس این رو حواستون باشه که ازش میتونن سوال بدن. بوی نامطبوع بدن یکی از مشکلات شایع ناشی از تعریق در بدن افراد همراه با خروج مواد زائد از پوست، باکتری هایی که در نقاط مختلف پوست قرار دارن، خصوصا در نواحی گرم و مرطوب زندگی میکنن، سبب تخمیر، یادمه که این اومده بود تو امتحان نهایی، سبب تخمیر مواد موجود در عرق و پوست شده و ایجاد بوی نامطبوعی رو میکنن. پس بوی نامطبوع بدن چگونه ایجاد میشه میتونیم این رو بگیم. بوی نامطبوع پا رو هم داریم. پس این سوال بالا رو حتما یادتون باشه چون تو نهایی اومده بود بچه‌ها، پس حواستون حتما باشه. بوی نامطبوع پا یکی دیگر از مشکلات افراد در زمینه بهداشت فردی بوی بد پاه که ناشی از فعالیت‌های باکتریه که توی کف پا و در بین انگشتان پا جمع میشه. عوامل مؤثر بر افزایش فعالیت غدد مولد عرق رو بگیم. چه عواملی باعث میشه که ما عرق زیادتری بکنیم؟ خب در هنگامی که ورزش میکنیم، هوا گرم، لباسهای ضخیم میپوشیم، خستگی داریم، عصبانی میشیم، نگرانی و هیجان میتونه تشدید بکنه این عوامل. حالا سوال اینه که خب برخی از روش هایی که معموله برای رفع بوی بدن، نامطبوع بدن و پا هست چیه که حتما استحمام کنیم حداقل دو بار در هفته، شستشوی روزانه پاها و جوراب هامونه، قرار دادن کفش ها در معرض جریان هوا پس از استفاده روزانه است، تعویض منظم لباس ها به خصوص لباس های زیر، سعی کنید لباس های زیر رو هم اتو بزنید و هم حتما سریع عوضشون کنید، خوش کردن پاها پس از شستشو بچه‌ها، اینا بسیار مهمه. تجربه شخصی، شستن پاها با پودر لباسشویی دستی در حین استحمام تولید بوی پا رو مدت زیادی به تعویق میندازه. این تجربه شخصیه که خدمتتون گفتیم. اما بهداشت مو، مو در واقع بخشی از پوسته که به صورت زائده باریک و رشته مانند از پوست سر خارج میشه. وظیفه اصلی مو چی هستش بچه‌ها؟ سوال میتونه باشه. محافظت از بدنه. مثلا موی سر از جمجمه محافظت میکنه، موی ابرو از ورود عرق پیشانی به داخل چشم محافظت میکنه، مژه ها مانند سایبانی از چشم هامون در برابر آفتاب و ذرات خارجی. پس حواستون باشه مو محافظت از بدن رو به عهده داره و یک وظیفه اصلی، پس همه اینا رو بلد باشید. موی سر به طور میانگین، پس میتونه جای خالی باشه، هر ماه حدود 1.5 سانتی متر رشد میکنه. سرعت رشد مو بر حسب فصل، پس میتونه جای خالی یا سال امتحانی باشه. نقشه حفاظتیاشو میخوایم بگیم. سرعت رشد مو بر حسب فصل، جنسیت فرد، میزان بلندی موهای او ممکنه متغیر باشه. پس اینا رو حتما لحاظ کنید. شستشوی مو و پیرایش آن میخوایم ببینیم چیه. شستشوی مو و آراستگی اون بخش مهمی از بهداشت و مراقبت از موها و آراستگی فردیه. موها رو با آب گرم کاملا خیس کنید. شامپو رو با نوک انگشتان به لابلای موهاتون بمالید و خوب کفالودش کنید. با یک آبکشی مناسب کفها رو کاملا پاک کنید. موی سر همانند یک گیاه در زمین خیس مستعد کنده شدن، شکسته شدنه. با یک حوله به آرامی آب اضافی رو جذب و موهاتون رو خشک کنید. پس حواستون باشه که چجوری باید موهاتون رو خشک کنید. تا حد امکان اجازه بدید موهاتون به طور طبیعی خشک بشه. سعی نکنید از سشوار استفاده کنید. اگرم استفاده میکنید سشوار رو خیلی داغ نکنید، خیلی خیلی سرد هم نباشه. تعادل داشته باشید. موهای مرطوب رو به آرومی شونه کنید. شانه کردن موهای مرطوب ممکنه باعث کنده شدن و شکستن اونها بشه. در صورت استفاده از سشوار از حالت گرم یا سرد استفاده کنید، داغ نباشه. تنظیم سشوار روی حالت داغ میتونه باعث خشکی و شکنندگی مو و دچار موخوره شدن یا دوشاخه شدن انتهای موها بشه. اتوی مو
یا استفاده از بیگودی های داغ به موهاتون آسیب میزنه، حتی با بلیس، حتی همین اتوی مو یا مدل های مختلفی که هستش، اینا میتونه آسیب بزنه به موهای شما. نکته، فردی که موهای چربی داره، پس اینو حتما دقت کنید، فردی که موهای چربی داره نباید پوست سر خودش رو محکم ماساژ بده، چون ماساژ میتونه غده های چربی موجود در پوست سرش رو تحریک کنه و این هم بیشتر باعث چی میشه؟ بیشتر شدن چربی های مو منجر میشه. پس حواستون به این نکته هم باشه. اما نکات لازم و توجه در بهداشت و شستشوی مو. از محصولات بهداشتی بسیاری میتوان برای شستشوی مو استفاده کرد، اما همیشه بهتر محصولی را انتخاب کنید که سازگاری مطلوبی با موهای شما داشته باشه. مواد موجود در محصولات شوینده مو گاهی باعث حساسیت‌های پوستی، ریزش مو و سوزش چشم میشه. هنگامی که استفاده میکنید از هر محصول، دستورالعمل‌های روی بسته یا بروشورشون داره که به دقت بخونید و اون رو انجامش بدید. استفاده نادرست یا افراط در استفاده از محصولات شوینده به مو آسیب میرسونه. بعضی از افرادی که از رنگ مو استفاده میکنن ممکنه دچار عوارضی مثل ریزش مو، سوختگی مو، حساسیت و قرمزی پوست سر بشن. پس اینا رو حواستون بایستی باشه. حتما از موادی یعنی از رنگ هایی استفاده کنید که سعی کنید مواد شیمیایی نداشته باشه، آمونیاک داشته باشه، گیاهی باشن. اینا خیلی تاثیرگذار هستن که به نفع خودتونه و از چیزایی استفاده کنید که ترکیبات خوبتری داشته باشه. اینا خیلی مهمه. حذف موهای زائد. موها به طور طبیعی در مناطق مختلف بدن مثل ابرو، سر، مژه، زیر بغل و ناحیه اعضای تناسلی رشد میکنن و میزان رشد اونها با توجه به عوامل ژنتیکی تو افراد متفاوت. کوتاه نگه داشتن موها به خصوص حذف موهای زائد بدن در نواحی پوشیده بدن از نظر بهداشتی داره اهمیت زیادی و عدم رعایت اون فرد رو با مشکلات و بیماری های پوستی مواجه میکنه. برای از بین بردن موهای زائد بدن از محصولات و روش های مختلفی استفاده کنید که بعضی از اونها ممکنه منجر به بروز حساسیت های پوستی بشه. بنابراین در بکارگیری روش های مختلف و استفاده از محصولات بهداشتی، حذف موهای زائد باید دقت کافی صورت بگیره تا پوست یا پیاز مواسیب دیده نشه. یه بیشتر بدانیم داریم که گفته برای از بین بردن موهای زائد علاوه بر ماشین اصلاح، از محصولات شیمیایی و از محصولات بهداشتی مثل کرم ها، فوم های موبر نیز میتونید استفاده کنید که کرم ها و فوم های موبر مواد شیمیایی طبیعی و صنعتی هستند که موهای سطحی رو در خودشون حل میکنن و از بین میبرن. روش دیگه استفاده از بین بردن موهای زائد، استفاده از وکس یا موم داغ بر روی پوست بدن. حذف موها با لیزر روش دیگری است که برای حذف موها استفاده میکنه. شما دیدید که الکساندر استفاده میکنه. مدل های مختلفی هست که امروزه ازش دارن استفاده میکنن که باعث از بین رفتن پیاز مو میشه و در این حال به بافت های اطراف نیز آسیب نمیرسونه. الکترولیز هستش که روشی است که در اون الکتریسیته از طریق یه میله آهنی باریک در سطح پوست منتشر میشه تا پیاز مو رو از بین ببره. پس روش‌های جدیدتری هم اومده توی بازار و شما عزیزان میتونید به راحتی ازش استفاده کنید. بخش دیگه درس شما مربوط میشه به بهداشت دهان و دندان شما که بسیار بسیار حائز اهمیت و حتما بایستی ازش دقت بکنید و مورد نظرمون قرار بگیره. خب بهداشت دهان میخوایم ببینیم که چی هستش و چه اتفاقی بر ما نگیداره. دهان به عنوان اولین بخش دستگاه گوارش، یادمه که سال امتحانی بود که از کجا شروع میشه این دهان و تا کجا ادامه داره، پس اینا رو حتما مورد بررسی قرار بدید. به نکاتی که میگم حتما توجه کنید که دیگه انشاءالله مشکل براتون پیش نیاد. یعنی محدوده و نقش دهان رو میخواست. دهان به عنوان اولین بخش دستگاه گوارش از لبها شروع میشه و به حلق ختم میشه. دهان عمل جویدن، صحبت کردن، خندیدن، چشیدن، گاز گرفتن و بلعیدن غذا رو انجام میده.
ساختار دهان شامل چیه؟ لبها، زبان، کام، فک بالا، فک پایین، دندانها، لثه، حفره دهان و غدد بزاقیه که شما عزیزان اینجا دارید میبینید. اما دندانها، دندانها در داخل استخوانهای فک بالا و فک پایین قرار داره. وظیفه اصلی دندان چیه؟ پس سوال میتونه باشه. وظیفه اصلی دندانها عمل جویدن، تکلم و حفظ زیبایی صورته. دندان ها به سه دسته تقسیم میشن و کارکرد اونها هنگام خوردن غذا به صورت زیره. دندان های پیش برای بریدن غذا هستند. دندان های نیش برای پاره کردن غذا هستند و دندان های آسیا خرد کردن و نرم کردن غذا رو دارن. کسی که غذا رو خوب میجوه و بارها این کار رو انجام میده هیچ وقت مریض نمیشه و باعث میشه که وقتی این رو شما میجوید آنزیم های بیشتری تو بدنتون ترشح میشه، بزاق بیشتری ترشح میشه و سبب خرد کردن و نرم کردن میشه و سالمتر هستید، بدن شما سالمتر. پس حتما موقع غذا خوردن سرعتی نخورید، قورت ندید غذا رو، حتما بجوید که بسیار به سلامتیتون کمک میکنه. بهداشت دهان، دلیل لزوم رعایت بهداشت دهان و دندان رو بگید که حتما جز سوالای امتحان نهایی میتونه باشه. بهداشت دهان و دندان یک ضرورت و بخشی از وظایف حفظ سلامت و عمومی بدن رو تو تمام عمر داره. هدف از بهداشت دهان و دندان چیه؟ میتونه سوال امتحان نهایی باشه. رعایت اصول خاص بهداشتی تمیز کردن دهان و دندانه که برای حفظ سلامت بافت‌های مخاطی دهان و دندان به کار میره. از این رو مراجعه مداوم هر 6 ماه یک بار، پس حواستون باشه هر 6 ماه یک بار به دندون پزشک و معاینه مرتب دندان ها توصیه بسیار بسیار زیادی میشه. پوسیدگی دندان خیلی مهمه، همیشه جز به امتحانا بوده که یکی چه عواملی باعث پوسیدگی دندان ها میشه، حتما این رو مد نظر داشته باشید، میتونه سوال امتحانی باشه. پوسیدگی دندان یکی از شایع ترین بیماری هاست، پس این میتونه سوال باشه که تمام گروه های سنی و جنسی رو تهدید میکنه. فرقی نمیکنه تو بچه باشی، کودک باشی، خردسال باشی، بزرگسال باشی، سالمند، فرقی نمیکنه. پوسیدگی دندان میتونه تو تمام سنین باشه، حتی تو فرد مثلا خانم ها و آقایون، آقا پسرها یا نوجوانان دختر، فرقی نمیکنه. همه شرایط میتونن این رو داشته باشن. گاهی اوقات حتی باعث از بین رفتن دندون میشه و هزینه های زیادی رو هم برای ما تحمیل میکنه. پوسیدگی های دندان ها عوامل زیادی دارن. به طور کلی ما میتونیم بگیم که 4 عامل اصلی در ایجاد پوسیدگی دندان ها دخالت دارن، که اولیش میتونه میکروب ها باشه، مواد قندی باشه، مقاومت شخص و دندونش باشه و زمان و سرعت ایجاد پوسیدگی هستش که میتونه جزء چیزایی باشه که حتما توی امتحان ازش سوال میدن و شما باید حواستون باشه. عوامل اصلی مؤثر بر پوسیدگی دندان‌ها رو میتونن سوال بدن که توی کتاب جوابش رو داریم براتون میگیم، که انشالله اینا سوالاتی است که میتونه تو این بخش بسیار بسیار داشته باشه. پلاک میکروبی و پوسیدگی دندان. میکروب ها همونطور که میدونید پلاک های میکروبی که مهمترین عامل ایجاد چی هستن؟ بیماری های لثه و دندان و پوسیدگی ها حساب میشن. پس پلاک های میکروبی هن که از طریق میکروب ها وارد چی میشن؟ وارد بدن میشن. پلاک میکروبی لایه‌ای هستش که روی دندان‌ها و لثه‌ها هستش و از تجمع میکروب‌ها هستش که به وجود میاد. از تجمع میکروب‌های حفره دهان بر روی لایه چسبنده از بزاق روی دندان‌ها و لثه‌ها تشکیل میشه و به سادگی هم قابل رؤیت نیست. پلاک میکروبی با شستن دهان با آب یا دهانشویی معمولی از دندان جدا و تمیز نمیشه و برای تمیز کردن اون بایستی از وسایلی مثل مسواک، خمیر دندان و نخ دندون استفاده کنید. پلاک از اولین ساعت بعد از مسواک زدن و تمیز کردن دندانها مجدداً شروع به تشکیل شدن میکنه. پلاک در صورتی ماندگاری روی دندان
با گذشت زمان بالغتر و ترکیب میکروبی اون پیچیده تر میشه. با سخت شدن تدریجی پلاک میکروبی و رسوب املاح بزاق دهان روی اون، لایه‌ای به نام جرم رو تشکیل میده که به علت داشتن سطح زبر مقادیر بیشتری پلاک میکروبی بر روی سطح خودش نگهداری میکنه. نتیجه زیانبار پلاک میکروبی پوسیدگی دندانی و انواع بیماری های دهان و لثه رو میتونیم ازش بگیم. پس پلاک ها در دهان هر فرد به طور طبیعی انواع و اقسام میکروب هایی وجود داره، ولی همه میکروب های موجود در دهان ما پوسیدگی زا نیستن و در واقع انواع خاصی از میکروب ها در پلاک میکروبی وجود دارن که میتونن پوسیدگی رو برای ما چیکار کنن، ایجاد کنن. پوسیدگی دندان فرایندی طولانی و زمانبره. پوسیدگی دندان در یک لحظه و یک روز انجام نمیشه بچه ها، بلکه مدت زمانی لازمه تا مینا حل شده و بافت مینا رو چیکار کنه از بین ببره. بعد از خوردن غذا و رسیدن مواد قندی به میکروب های پلاک 2 تا 5 دقیقه طول میکشه تا دهان شما اسید ایجاد بشه. در طی مدت 10 دقیقه میزان اسید به حد اکثر مقدار خودش میرسه، سپس 20 تا 60 دقیقه در همون حال باقی میمونه و بعد از اون به تدریج در به حالت عادی برمیگرده. اینا برای اطلاعات عمومیتون دارم میگم که شما بدونید که چه اتفاقی در دهانتون داره میفته. با هر بار خوردن غذای که حاوی مواد قندیه، محیط پلاک میکروبی شما اسیدی میشه و تا این محیط اسیدی به حالت عادی برگرده، با خوردن مجدد مواد قندی محیط دهان شما دوباره اسیدی میشه و بدین ترتیب در صورت عدم شستشوی به موقع دندانهای شما دچار چی میشن؟ پوسیدگی میشن. مراحل پوسیدگی دندان هم به این صورتی که پوسیدگی یک روند تدریجی نسبتاً طولانیه و معمولاً با یک تغییر رنگ قهوه‌ای یا سیاه رنگ آغاز میشه. با ادامه پوسیدگی به لایه‌های زیرین یعنی داخل آرد، دندان به سرما، گرما و شیرینی حساس میشه و حتی گاهی در دندان دردهای مداوم و شدیدی ایجاد میشه. هنگامی که پوسیدگی به مرکز دندان یا عصب میرسه، به طور معمول دردهای شدید شبانه مداوم خود به خود به وجود میاد و در صورت عدم درمان در انتهای ریشه دندان عفونت یا آبسه دندانی ایجاد میشه که میتونه با ایجاد تورم بر روی لثه یا گاهی تورم در صورتی در توی صورتتون همراه باشه. اما اینجا تا اینجا ما یه سری ها رو که بهتون گفتیم به صورت غیر درسی بود و بیشتر برای اطلاعات عمومیتون بود، اما از اینجا میخوایم عوامل اساسی که در ایجاد پوسیدگی دندان ها دخالت دارن رو براتون بگم. به طور کلی تو صحبتام هم گفتم ولی باز تکرار میکنم، به طور کلی میتونیم ما 4 عامل اصلی رو در ایجاد پوسیدگی دندان نقش داشته باشن براتون بگیم. 1 میکروب ها، 2 مواد قندی، مقاومت شخص و دندون و زمان و سرعت ایجاد پوسیدگی. میکروب ها رو میخوام بگم که گفتم در دهان هر فرد به طور طبیعی انواع و اقسام میکروب ها وجود داره، ولی همه میکروب هایی که موجود تو دهان هستن پوسیدگی ایجاد نمی کنن. در واقع انواع خاصی از میکروب ها که بهشون میگیم در پلاک میکروبی وجود دارن میتونه پوسیدگی ایجاد کنه. عامل بعدی مواد قندی و کربوهیدرات ها هستند که باعث پوسیدگی دندان میشن. میزان چسبندگی مواد غذایی، تعداد دفعات مصرف و نوع قند در ایجاد پوسیدگی نقش داره. مقاومت شخص و دندان. خدمتتون عرض کنم عوامل متعددی همچون وضعیت بزاق دهان، شکل و فرم دندان ها، طرز قرارگیری دندان ها، میزان مقاومت دندان نسبت به اسید تولید شده توسط میکروب ها، نوع میکروب هایی که موجود در حفره دهان هستند و سلامت عمومی فرد جز عواملی هستند که تأثیر میذاره روی پوسیدگی های دندان. پس این عوامل رو شما بایستی حتما یاد بگیرید. زمان و سرعت ایجاد پوسیدگی دندان چجوری؟ همونطور که گفتم خدمتون، بعد از خوردن غذا و رسیدن مواد قندی به میکروب ها، پلاک ها تا اسیده شدن کامل محیط دهان و بعد اون بازگشت به وضعیت اولیه قبل از خوردن بیشتر از 1 ساعت طول نمی کشه.
بیشتر از یک ساعت طول میکشه. پس از این زمان بهترین فرصت برای پاک کردن پلاک میکروبی از روی دهانها و لثه است. پس ما باید توی این یک ساعت این کار رو انجام بدیم. سهل‌انگاری در تمیز کردن دهان و دندان فرصت دادن به پلاک میکروبی برای چسبیدن به دندان‌ها و نفوذ اون به ناحیه بین دندون و لثه باعث تشکیل آرام جرم روی دندون میشه که به خصوص در پای دندونه و زمینه پوسیدگی رو چیکار میکنه؟ فراهم میکنه. پیشگیری از پوسیدگی های دندان میخواییم ببینیم که چه چیزی هست و برای جلوگیری از پوسیدگی دندان ما باید چه نکاتی رو انجام بدیم که این جز سوالهای امتحان خرداد 98 بوده. پرهیز از مصرف مواد قندی و سیگار هستش. شستشوی مرتب دهان و دندان با روش های مناسب و صحیح. حداقل دو بار مسواک زدن صبح ها قبل یا بعد از صبحانه و شب ها قبل از خواب. یک بار استفاده از نخ دندان در طول یک شبانه روزه که اینا میتونه چیکار کنه؟ تأثیر گذار باشه. بوی بد دهان. بوی بد دهان به سه دسته تقسیم میشه. بوی بد گذرا که ناشی از خوردن غذاهایی مثل سیر، پیاز یا سیگار کشیدن. بوی بد تنفس صبحگاهی ناشی از کاهش جریان بزاق و افزایش تخمیر در دهان در حین شب که خود به خود پس از مصرف صبحانه و یا استفاده از مسواک و نخ دندان میتونه چیکار کنه؟ برطرف بشه. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم این توی شهریور 99 و خرداد 98 اومده بود که تنفس بوی صبحگاهی ناشی از کاهش یا افزایش جریان بزاق و افزایش تخمیر حین شب هستش که این رو به صورت درست و غلط براتون زده بود. پس این رو حتما این یه تیکه رو بسیار بسیار مد نظر داشته باشی. ببین نکات ریز و کلیدی رو میتونه در بیاره. بوی بد تنفس دائمی که این هم باز جزء سالهای خرداد شهریور 99 بود. بوی بد تنفس دائمی که نشانه نوعی بیماری یا پوسیدگی دندانه که با تأکید بر رعایت اصول بهداشت دهان و دندان و زبان و مسواک کردن زبان. بچه ها بعضی از مسواک هایی که شما می خرید خودشون یه حالتی هست که میتونید ببین دندان فقط احتیاج نداره به مسواک زدن، شما باید زبانتون رو هم مسواک بزنید چون روی زبانتون یک سری پورس هاست، یک سری مواد قرار میگیره که خیلی خوبه این رو به بهداشت زبانمون هم کمک کنیم. یه مسواکی داشته باشیم برای اون که مسواک بزنیم روی زبانمون و اینها رو از بین ببریم. بعضی از مسواک‌ها این شرایط رو دارن، یعنی مدل مسواکشون طوری هست که شما میتونید ازش استفاده کنید. لازم به ذکره که به دندون پزشک هم میتونید مراجعه کنید. بیشتر بدانیمه که نحوه صحیح مسواک زدن و کشیدن نخ دندان رو میگه دندون‌های خودتون رو باید توی هر شبانه روز حداقل دو نوبت و در هر نوبت حداقل به مدت 2 دقیقه با استفاده از مسواک مناسب مسواک بزنید و حداقل یک بار هم از نخ دندان برای تمیز کردن فضای بین دندوناتون استفاده کنید. اگه تو تصاویر صفحه کتابتون هم تو صفحات 98 و 99 مراجعه کنید حتما اون رو میبینید. و یه سری نکات برای مسواک زدن رو گفته که میتونید اون رو حتما بخونید و متوجه بشید. اما در مورد خواب، خواب بسیار چیز شیرینیه که من و شماها بسیار بسیار دوستش داریم و بهش میگیم یک اهمیت خواب کافی و مناسب بسیار مهمه و ازش به عنوان یک احیا کننده خواب عالی استفاده میشه. پس خواب یک احیا کننده عالیه. استراحت و خواب کافی اینا میتونه جزء سوال امتحانی باشه. لازمه حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی مونه. وقتی خواب درست و حسابی داشته باشی روی جسمت و روان تأثیر میذاره، ارتقا میده توان ذهنیت رو، رشد و تکامل مطلوب انسان رو داره. پس این میتونه یه نکته باشه. خواب کافی و مطلوب علاوه بر بازیابی انرژی فرد، دست یافتن او به توان مورد نیاز در فعالیت‌های جسمی و ذهنی به رشد و تکامل وی و بالاخص در دوران کودکی و نوجوانی کمک می‌کند.
چرا که هورمون رشد در طول خواب آزاد میشه. بنابراین همه افراد بالاخص نوجوانان و جوانان به خواب کافی نیازمندن. پس این رو حتما حواستون باشه. ما به چه میزان خواب نیاز داریم؟ جز سوالای امتحانیه که افراد خب در سنین مختلف خوابهاشون هم متفاوته. نیاز افراد میخوایم ببینیم که چه جوری هست. افراد در مقدار خواب مورد نیاز از همدیگه متفاوتن. نیاز به خواب از فردی به فرد دیگه و در سنی به سن دیگه مختلفه و تغییر میکنه و به میزان فعالیت افراد هم بستگی داره. پس از فردی به فرد دیگه، از سنی به سن دیگه تغییر میکنه و بستگی به اون فعالیت فرد هم هست. این عقیده که همه افراد بین 7 یا 8 ساعت خواب در طول شب نیاز دارن اصلا درست نیست. پس حواستون باشه این غلطه. اینکه همه ما به 7 یا 8 ساعت خواب نیاز داریم، نه، این اصلا درست نیست. نیاز افراد به خواب در طول زندگیشون تغییر میکنه. نوزادان حدود 16 تا 17 ساعت از روز رو میخوابن، یعنی از یه 24 ساعت شبانه روز بین 16 تا 17 ساعت رو میخوابن و به همون نسبت که بزرگتر میشن به خواب کمتری نیاز پیدا میکنن. پس این خیلی مهمه. هر فرد معمولاً در 5 سالگی به 11 ساعت خواب و در نوجوانی به 8 تا 9 ساعت خواب و در 70 سالگی ممکنه به کمتر از 6 ساعت خواب برگرده. پس ببینید تفاوت داره بین افراد. پس این رو حتما حواستون باشه و میتونه جزء سوالای امتحانی هم باشه. حالا کمخوابی و مشکلات ناشی از اون، چون بسیار بسیار حساسه این مسئله. برخی از افراد به دلایل مختلف تا پاسی از شب بیدارن یا قبل از کامل شدن خوابشون ناچارن خیلی زود از خواب بیدار بشن. کمخوابی افراد رو با مشکلاتی مثل، پس این میتونه سوال باشه، خواب ماندن، خواب آلودگی، احساس خستگی، کسالت آور در طول روز بودن، چرت زدن روبرو کنه. ضمن اینکه خطر ابتلا به بیماری رو هم افزایش میده، زیرا افرادی که از خواب کافی برخوردار نیستن سیستم ایمنیشون چی میشه؟ ضعیف‌تر میشه. عوارض کمخوابی و تأثیر اون بر بدن رو دارید میبینید و عمل کرده اون. خب اثرات کمخوابی بسیاره. حالا میتونه بگه 3 مورد از آثار و عوارض کمخوابی رو بنویسید که این تصویر و این پاراگرافی که توی کتابتون هست میتونه برای شما چیکار کنه بگه. در خرداد 98 اومده بود که کدام مورد از آثار و عوارض کمخوابی نمیباشد، یعنی سوال داده بود، 4 گزینه ای بوده که شما میتونید اینا رو پس خوب بخونید که بدونید چه چیزایی هستش. 3 مورد از آثار و عوارض کمخوابی رو علتش رو بگید. اثرات کمخوابی اینه که کج خلقی، زودرنجی، اختلال شناختی، خطاهای حافظه یا از دست دادن حافظه، قضاوت اخلاقی نادرست، خمیازه های شدید، توهمات، علائم شبیه به اختلالات رفتاری به صورت عدم توجه و پیش فعالی، اینا رو همه رو داره. نقص سیستم ایمنی رو داریم. ما خطر ابتلا به دیابت نوع 2 رو داریم. افزایش تغییر ضربان قلب رو داریم. خطر ابتلا به بیماری های قلبی، افزایش زمان عکس العمل، کاهش دقت، لرزش در بدن، دردهای عضلانی، توقف رشد، خطر ابتلا به چاقی، کاهش دمای بدن رو داریم. اینا میشه عوارض. پس اینا رو حتما بخونید چون مهمه. اصول بهداشت خواب رو حتما رعایت کنید، چون مثلا مورد هایی رو که بهتون میگم حتما تو امتحان نهایی ازش سوال دادن، مخصوصا مورد 7 و همینطور مورد 9 که الان به ذهنم میرسه سوال داده بودن، به صورت جاخالی داده بودن که الان من هر کدوم رو بخونم یادم بیاد بهتون میگم. ساعت خوابیدن و بیدار شدن خودتون رو توی طول هفته تنظیم کنید. ساعت بیولوژیک بدنتون باید یک ساعت خاصی باشه که در ساعت معینی بخوابیم و بیدار بشیم. عصر از خوابیدن طولانی پرهیز کنید و بیش از یک ساعت نخوابید. از خوابیدن در ساعت‌های پایانی عصر و نزدیک به شب حتما بپرهیزید. 1 تا 2 ساعت قبل از خواب از نوشیدن مایعات محرک مثل چای، قهوه و نوشابه پرهیز کنید. پس این رو حتما ملاک قرار بدید بچه ها، بسیار مهمه. شبها از دیدن فیلم های خشن و غمناک باز پرهیز کنید. از رخت خواب فقط برای استفاده، یعنی برای خواب استفاده کنید، نه برای مطالعه کردن یا فعالیت های دیگه.
سال هفتی که توی امتحان نهایی به صورت جاخالی اومده بود، زمانی که احساس خواب میکنیم به رخت خواب بریم، فاصله بین رفتن به رخت خواب با خوابیدن نباید بیشتر از 15 تا 30 دقیقه باشه. این جزء سوالای امتحان نهایی بوده بچه‌ها. به هیچ وجه سعی نکنیم خودمون رو به زور در رخت خواب نگه داریم، در صورتی که خوابمون نمیبره از رخت خواب خارج بشیم و به کاری که علاقمند هستیم بپردازیم. باز اینجا سوال داده بود که در صورتی که افکار مزاحم در رخت خواب مانع خواب ما میشن چی کار بکنیم؟ پس برای رفع افکار مزاحم در رخت خواب که مانع خواب ما میشن چه کاری باید انجام بدیم؟ اینم جز سوالای امتحان نهایی بوده. میگه از رخت خوابتون خارج بشید، افکار خودتون رو بازگو کنید، به زبان بیارید یا روی کاغذ بنویسید و سپس به رخت خواب برید. پس این رو حتما حواستون باشه. در رابطه با توصیه های خود مراقبتی و خود بهداشت فردی یه چند تا توصیه اینجا آورده که من اینا رو هم برای شما عزیزان میگم و انشاءالله دیگه تمام میشه درستتون. مطالعه و کارهای چشمی رو در نور کافی انجام بدید. مدت زمان استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل الکترونیکی که در طول روز محدودش کنید. در هنگام استفاده از این ابزارها نکات بهداشتی چشم رو حتما رعایت کنید. برای حفظ سلامت چشم و شادابی پوست خودتون در رژیم غذایی روزانه مصرف سبزی، میوه‌های مختلف و نوشیدن آب کافی رو بگنجونید. در صورت بروز هر نوع ناراحتی در دیدن، مثل تار شدن چشم، دیدن جرقه‌های نورانی، کج و معوج دیدن خطوط صاف، درد و قرمزی چشم، سابقه بیماری خانوادگی داشتن بیماری‌های چشمی به چشم‌پزشک مراجعه کنید. برای حفظ سلامت چشم و پوست خود از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض نور آفتاب بپرهیزید. در صورت قرار گرفتن در معرض خورشید، لباس پوشیده، آستین بلند، کلاه لبه پهن، عینک آفتابی با ویژگی‌های حفاظت در برابر اشعه فرابنفش و کرم‌های ضد آفتاب استفاده کنید. حمام رفتن رو فراموش نکنید. به منظور پیشگیری از آسیب‌های گوش، از مصرف خودسرانه دارو به خصوص آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای دستساز خانگی خودداری کنید. خدمتتون عرض کنم که بعد از استحمام یا شنا گوش خودتون رو با گوشه یک حوض خشک‌کن و تمیز به آرومی خشکش کنید و هرگز اجسام نوک‌تیز رو و وارد گوش خودتون نکنید بچه‌ها، چون اینها بسیار بسیار حساس هستن و بایستی حواسمون به اینها باشه. صدای رادیو، تلویزیون و سایر وسایل صوتی رو در محدوده ایمن نگه دارید و از گوش کردن مداوم با صداهای بلند به ویژه از طریق هدفون خودداری کنید. حتما این رو بدونید، هنگام کار با ماشینالات پرسر و صدا، ابزارالات برقی یا حضور مداوم در مکانهایی که معمولا پرسر و صدا هستند، از ابزارهای حفاظت از شنوایی مثل گوشی‌های محافظ، کلاهک‌ها و محافظ‌های گوش استفاده کنید. ببینید، گوش، ما بهتون گفتیم که اندام شنوایی انسان دو تا وظیفه مهم داره، پس حتما این گوش رو بخونید که دو تا وظیفه مهم گوشی دریافت امواج صوتی و حفظ تعادل بدن رو داره که توی دی 97 حتما توی سوالاتی بود که تو امتحان آورده بود. گوش همچنین در ارتباط انسان رو با دیگران و محیط پیرامون فراهم میکنه. مراقبت از سلامت گوش یکی از عوامل حفظ سلامت عمومی بدن. ریسترین استخوانی که تو بدن ما قرار داره در گوش قرار گرفته و 1 میلیمتر هستش که عضو حساسی هستش. مراقبت در برابر آسیب‌های گوش رو حتما متوجه باشید و بخونید. لاله گوش، مجرای اون که بخش بیرونی گوش هستن که گوش خارجی بهش میگن و تشکیل میدن، ما حتما اون رو با دقت مورد مطالعه قرار بدیم. از این رو رعایت بهداشت این بخش از گوش و مراقبت از انتقال اون به بخش میانی گوش اهمیت داره.
به پرده گوش نباید آسیب برسه، پس اینها رو حتما مد نظر داشته باشیم. وقتی که گفتم میریم حمام، حتما دقت داشته باشیم که و شنا میکنیم گوش ها رو به آرومی با استفاده از گوشه یک حوله تمیز و کاملا خشک اونها رو ما تمیزش بکنیم، به پرده گوشمون آسیب نرسونیم و احتمال ایجاد برخی عفونت ها که افزایش میابه این عوارض میتونه به کاهش شنوایی گوش ما چیکار کنه، تاثیر داشته باشه و منجر به اون بکنه. گاهی ممکنه که عامل بیماریزا باعث التهاب و حساسیت های گوش بشن، گوش خارجی بشن که معمولا با درد و خارش همراه هستش و این عفونت معمولا به علت شنا یا استحمام های مکرر و طولانی مدت اتفاق میفته که در این وضعیت خاروندن و استفاده از گوش پاک کن باعث تشدید عفونت میشه و از این رو لازمه که ما به پزشک مراجعه کنیم تا از تداوم عفونت که منجر به کاهش شنوایی میشه جلوگیری کنیم. صدا هم میتونه مایه آرامش باشه، هم میتونه آسیب برسونه به فرد و آزار و اذیت کنه به گوشمون. وقتی سر و صدا از حد طبیعی بیشتر باشه باعث آثار و عوارضی برای سلامتی افراد رو به همراه میاره. در چنین شرایطی که ما میگیم آلودگی صوتی اتفاق افتاده، پس توی گوش تعریف آلودگی صوتی چیه و عواقب آلودگی صوتی چیه؟ آلودگی صوتی به معنای سر و صدای شدید هستش. پس آلودگی صوتی به معنای سر و صدای شدید هستش و طولانی مدته که میتونه علاوه بر کم شنوایی باعث بروز وزوز گوش بشه، استرس رو، خستگی و تحریک پذیری فرد رو هم داشته باشه. کم شنوایی یکی از شایع ترین مشکلات گوش به حساب میاد. کم شنوایی باز دوباره تو امتحان اومده بود که از طیف وسیع از خفیف تا شدید داره و در دو طبقه مادرزادی و اکتسابی طبقه بندی میشه. امروزه بسیاری از نوجوانان، پس این یه قسمت که کم شنوایی جا خالی داده بودن تو سال 99، در دو طبقه مادرزاد و اکتسابی قرار داره و امروزه بسیاری از نوجوانان برای ساعت‌های متمادی و متوالی به صداهای بلند از طریق پخش کننده ها قابل حمل موسیقی رو گوش میدن. متخصصان گوش و حلق و بینی هشدار میدن که زیاد گوش کردن از طریق این ابزارها احتمالاً ابتلا به کمشنوایی اکتسابی رو افزایش میده. یعنی ما میتونیم از محیط این رو بگیریم و استفاده کنیم. حتی اگر صدای اون از نظر شنونده چندان بلند و گوش خراش هم نباشه، استفاده از این ابزار سلولهای مویی و مژکدار رو که در شنوایی نقش دارن و در اثر آسیب میبینن، در شنوایی ما هم تأثیر دارن و گوش داخلی رو تخریب میکنن. این سلول ها مسئول انتقال ارتعاشات صوتی به مغزن. از این رو افرادی که از این ابزارها استفاده میکنن در معرض کمشنوایی قرار میگیرن. تنها راه قطعی تشخیص کمشنوایی آزمایش شنوایی توسط شنوایی سنجی هست که اینم میتونه جز سوالای امتحانی شما باشه. نشانه های اولیه کمشنوایی ناشی از سر و صدا عبارتند از مشکل در شنیدن و فهمیدن صحبت دیگران، به خصوص در اماکنی که شلوغ و پر سر و صداست، نیاز به افزایش شدید از صدای تلویزیون هستش بچه ها، درخواست های به عبارتی مکرر از دیگران برای تکرار اونچه که گفته میشه، ناتوانی در شنیدن صداهای بلند مثل گریه بچه ها یا صدای زنگ تلفن و که در اتاقه. چیزی که اینجا ما توی سوالمون داریم و همیشه توی امتحانا هم ازش صحبت میشه و گفته میشه اینه که قانون استفاده از ابزارهای شنیداری و هدفون رو بگید. یعنی در جهت سلامت گوش دو قانون استفاده از ابزارهای شنیداری و هدفون رو بگید که قانون اول رو داریم و قانون دوم، این هم توی خرداد 99 به صورت 4 گزینه‌ای اومده بود، حتما این رو مد نظر داشته باشید و حتما این رو یاد بگیرید. قانون اول یعنی چی؟ نصف میزان حد اکثر. یعنی چی؟
یعنی صدای پخش شده معادل نصف میزان حد اکثر صدایی باشه که شما میشنوید. یعنی اگر دامنه صدا از 1 تا 10 است، حد اکثر صدا رو روی ما عدد 5 تنظیم کنیم. پس این توی خرداد 99 اومده بود. قانون دوم باز چی میگه؟ میگه 60% 60 دقیقه. استفاده از ابزارهای شنیداری با حد اکثر 60% حد بالای اون باید انجام بشه، یعنی حد اکثر روزی 60 دقیقه باشه و هرچه شدت صدا بالا بره باید مدت زمان گوش دادن رو چیکارش کنیم؟ کمترش کنیم. پس این خیلی مهمه که شما عزیزان این رو بدونید و نسبت به اینها واکنش داشته باشید و بدونید که چه کارهایی رو باید انجام بدید. خب فکر میکنم که تا اینجا درستون رو به طور کامل گفتم براتون. امیدوارم که این درس هم میدونم خیلی سنگین بود، خیلی مطالبش زیاد بود، ولی آسونم بود. میتونید با یه بار دیگه خوندن و نکاتی رو که من براتون گفتم حتما لحاظ بکنید و انجامش بدید. خواهشی که ازتون دارم اینه که نکاتی رو که بهتون میگم حتما با دقت توجه بکنید که تو امتحان بتونید نتیجه مطلوبی بگیرید. شما رو تا روز دیگه و ساعت دیگه به خدای منان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون و بدرود.